در ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم و خوشبختانه مهماندار هستیم در این بخش برنامه هم آقای حاجی مجید احمدزاده مسئول مطبوعات صرافان کابل در خدمت شما هستیم و در مورد پروسه صلح و تاثیرات آن بالای پول افغانی و چی پیامدهایی را به همراه خواهد داشت بیشتر صحبت ها را با آقای مجیدزاده می داشته باشیم شما هم ما را همراه باشین سلام صبحتان بخیر خوش آمدید ممنونتان سلام عرض میکنم خدمت شما خدمت بینندگان عزیز انشاءالله که صبح خوش آغاز کرده باشید ممنون از شما آقای احمدزاده خیلی خوش هستیم شما در کنار خود داریم سلامت باشید هوای سرد چگونه است؟ هوا والا صبح چون امروز وقت ترخیستیم از خواهد بخاطر برنامه صبح سرد بود سرد بود یعنی دیگه به اون دلیل بیشترین وقت سرخیز نیستن و قرضی ها آل از دل شما می آیم خیلی خوب خب آقای احمدزاده بیشتر صحبت در مورد پروسه صلح و تاثیرات آن بالای پول افغانی می داشته باشیم همچنان چی پیامدهایی را به همراه خواهد داشت میشنیم از شما بیشتر در این مورد خب بدون شک که صلح یک نیاز جدی و مبرم از در وطن ما خصوصا با گذشت چند جنگ کشتار زیاد هموطنان ما هر طرف انتحار انفجار و از دست دادن جوانان ما این خودش تاثیرات میگذاره بدون شک تاثیرات جدی زیبالای اقتصاد است و یکانه چیزی که یعنی اولین چیزی که صدمه میبینه اقتصاد یک کشور است بله. چون یک طرف خو تجارت کم میشه و طرف دیگه کسایی که میخواین سرمایه گذاری کنن دل سرد میشن از این کشور و همین چیز هم شده در این اواخر ما شاهد از این هستیم که تعداد زیادی از تجار ما که قبلا با گذشت حدودا یک دهه یک و نیم دهه خواستن بیاین پس دوباره به وطن خود سرمایه گذاری کنن شرکت ها جور کنن فابریک ها جور کنن زیربنا ها جور کنن البته سکتور خصوصی اما با نام بودن حالات و همین تحولات سیاسی که هست دوباره خسته شدن رفتن سرمایه را خود انتقال دادن یا به دبی یا به ترکیه به این دلیل صلح یک نیاز است واقعا هر شهروند ما یگانه خواست شمی است که بالاخره باید ما صاحب یک صلح شیم اما صلح هم از خود یک قیمت داره که نمیفهم بالاخره چی قیمت بپردازیم تا صلح بیایه به هر حال صلح بدون شک که تاثیرات مثبت بالای پول ما خواهد گذاشت یکی از تاثیرات چی است که پول افغانی با رو کار آمدن پروسی صلح رو به بهبود شدن داره میره مثلا شما یادتان باشه چند مدت قبل حدودا 6 تا 7 ماه قبل دلار تا سرحد 80 افغانی رفته بود با آمدن پروسه صلح یک امیدواری به مردم پیدا شد گویا که بالاخره ما از این جنجال ها خلاص میشیم بخیر و پول افغانی یا اساس رو به خوب شدن شد حالا فعلا دلار 77 افغانی است یعنی در مقابل اگه مقایسه کنیم کشورهای همسایه را در می گذشت یک سال یا 8 ماه پول افغانی بازم از جمله با ثبات ترین پول ها بوده در بین منطقه اگر تومان ایران را مقایسه کنیم یا کلدار پاکستان را که کشور همسایه ماستن در گذشت 8 ماه یا 7 ماه پول افغانی از جمله باثبات ترین و بارزش ترین پول بوده و این تاثیرش بدون شک که همین پروسی صلح بوده یک نظام امیدواری به مردم پیدا شده و برالوی از او ولایاتی است که قبلا کلدار پاکستان استفاده میکردن حال استفاده کلدار پاکستان هم کاهش پیدا کرده و یکی از دلایل دیگه که پول افغانی خوبتر شده می ترویج پول افغانی است در بخش از ولایات ما بسیار خوب میشه آقای احمدزاده در مورد انتخابات آمریکا که جو بایدن هم رئیس جمهور شده چقدر میتونه که تغییرات روی تاثیرات مثبت بگذاره روی پروسه صلح و همچنان روی استفاده و ارزش پول افغانی خود ما خب بدون شک که نتیجه انتخابات ایالات متحده آمریکا و بیشتر کشورها تاثیرگذار است خصوصا کشورهای ابرقدرتی که چیز دارن خود ابرقدرت اقتصادی میگیرن مثل چین مثل روسیه مثل ترکیه و امثال و کشور مثل کشورهای آسیایی مثل ایران و افغانستان تاثیرات مثبت خواهد داشت و بدون شک که تاثیر داره و از این خاطر است یکی پروسه صلح است و دوم گزینش همین نتیجه انتخاباتی است که برنده کی است
دوباره چام میشه و یا جو بایدن که بدون شک جو بایدن است. به این خاطر امی حالت کشورم به یک سردرگمی است که بالاخره نتیجهش برمیگرده به امی انتخابات خود ایالات متحده آمریکا. و در کل گفته میتونیم که فعلا پول افغانی دقیقا دو بود داره، یک بود ای که نتیجه انتخابات ایالات متحده آمریکا و دیگه پروسه سال است که بیشتر پروسه سال در اینجا رول داره و در صورتی که این پروسه به نتیجه مثبت برسه و نتیجه بده بدون شک پول افغانی حالت خوب خواهد داشت و پول افغانی خوب تر خواهد شد. بله انشالله. خب میخوام از تمام جهت برای پول صحبت داشته باشیم آقای احمدزاده. میخوام در این مورد هم بشنیم از شما که فرسوده شدن پول افغانی چقدر میتونه تاثیرات زیادی داشته باشه، چون زمانی که اگر پولهای خارجی باشه ما میبینیم که آنقدر خوب و زیبا و قشنگ مور نگهداری میکنیم که یک خراشیده یا همین خط هم نبه بالاش، اگر به تبدیل نمیشه یا نمیتونیم ما درست استفاده داشته باشیم. اما پول خود ما که هویت ما است، ما نگهداری درست کرده نمیتونیم ازش و اصلا نگهداری نمی کنیم. همیشه باعث از این میشه که ما در مشت خود محکم میگیریم و میگیم که پول ما گم نشه و همو از باعث از فرسوده شدنش میشه. پس مشتیم بیشتر از شما دیگه. افغانستان از جمله کشورهایی است که پول بیشتر فیزیکی داد ستاد میشه. دیگه کشورها چون این چیز نیست، دیگه کشورها از کردیت کارت های بانکی استفاده میکنن و بیشتر مردم بشم اصلا پول فیزیکی را با خود انتقال نمیتن. چون نیازشان است، کارت دارن، میرن به هر سوپرمارکت، در فروشگاه، در هر جایی که بخواین یا شفاخانه، هر جایی از اون کارتای خود استفاده میکنن. بیشتر پول کمتر استفاده میشه. اما در افغانستان برعکس، کشوری هستیم بسیار فقیر، پول با یک هزینه بسیار قیمت میپردازیم برای تهیهش. شما فکر کنین که هر بانکنوتی که چاپ میشه یک کاغذش 4 افغانی، 3 افغانی تا 4 افغانی مصرف میشه صرف به خاطر تهیهش یا نه آماده بسازیم و بعد این میای برابرداری قرار میگیره. بعد از گذشت چند سال، حدودا 2 سال یا 3 سال که عمرش حدودا 4 سال است هر بانکنوت، با گذشت 2 سال 3 سال پول آنقدر فرسوده میشه که دیگه اصلا قابل دادستان نیست. همین اکنون در بازارهای ما اصلا پول دهی 20 پنجاهی و صدی وجود نداره. بسیار مردم ما با مشکلات مواجه هستیم. اگر شما قرار باشه به یک دکاندار برین یک چیز را میده کنین، دوباره پول میده شه یا 5 افغانی یا 10 افغانی که باقی میمونه میگه ندارم، تو باید بدیلش یک ساجق بگیری و یا یک چوشکی یک چیز بگیری بدیل میته، میگه پول میده نیست. به این خاطر در بازارهای ما پول میده در این روزا اصلا وجود نداره و بسیار مردم ما با مشکلات است. ما چند بار با بانک مرکزی هم گپ زدیم، در این باره بانک مرکزی هرچند وعده دادن که ما پولای جدید به بازار عرضه میکنیم، متاسفانه تال عرضه نکردن. پول فرسوده به حد زیاد شده، مشکلات زیاد است، خصوصا در ولایات ما. شما ما که در مرکز با چنین مشکلات داریم روبرو هستیم، شما فکر کنین در ولایاتی که دوردست هستن اونجا پول بیشتر وجود نداره، پول کم است، اما کمی هم که هم است پول میده اونجا وجود نداره. بسیار با مشکلات است. روزانه با ما کسایی است که تماس میگیرن میگن که ما با مشکلات مواجه هستیم، پول میده وجود نداره، بالاخره چی کنیم؟ به این اساس پول بیشتر در افغانستان بیشتر زودتر فرسوده میشه، عمرش بیشتر کمتر است و دلیلش هم اینی است که ما اصلا نتونستیم اون فرهنگ نگه داشته زوره به مردم بفهمانیم و مردم هم خدا یار جانشان اصلا توجه ندارن، بی تفاوت هستن، میگن به ما چی. قسمی که خودتان گفتین اما پولا را در دست یا در جیب، شما برای بازار ببینین کسایی هست که امی دست فروش هستن، زمانی که پول در جیب دستشان میرسه دیگه او خب یک دست فروش نمیتونه که یک بکسک هم بگیره نگهداری کنه، باز او را پول
انتقاد میکنند و جیب خود میگذاره. خب آقای مرزا زمان... اگر یک چیز را متوجه شده باشین، شاید فیلا شما هم متوجه شده باشین، بله. بالای پول ها بیشتر شما را نوشته می باشه یا بعضی نوت ها گرفته می شه؟ بله بله. این هم آیا درست بوده می تانه یا هم بسیار چرب می باشه بعضی پول ها زمانی که دادستان صورت می گیره؟ او زمانی هست که اگر ما درست نمی شماریم نمی بینیم، خب یک کس باید خودش بدانه که از پول چیگونه باید محافظه صورت بگیره، چیگونه باید متاسفانه فرهنگی که داره در افغانستان جریان داره متاسفانه به نفع هیچ کس ما هیچ کدام ما نیست. فرهنگ های مختلف داره جاگزین فرهنگ های سابقه ما میشه که اصلا مردم دیگه بگویم که زمین آسمان داره فرق میکنه. مثلا همین مسئله که اشاره کردین، بالای پول با مارکر یا با قلم شماره تماس نشته میکنن، حتی اشعار عاشقانه نشته میکنن، حتی پیام نشته میکنن، مثلا یک پیام می داشته باشن به کسی به ضروری پول نشته میکنن، ایره میگه ببر به فلانی بده. ما با پول های مواجه میشیم که چیزایی نوشته میباشد او که واقعا یک طرف خودم خنده میگیره و طرف دیگه آدم متاثر میشه که این هویت ماست، این خوشناخت ماست. ما که با هویت خود بازی کنیم پس دیگه با هویت دیگر ها خب میتونیم آزادانه بسیار به بسیار سادگی بازی کنیم. بله، متاسفانه این چیزها جریان داره. دقیقا. و همچنان وضعیت بد امنیتی که در افغانستان و شرایط ناامنی که در افغانستان هست، تجارین ما کسایی که همیشه در سکتورهای خصوصی سرمایه گذاری داشتن در افغانستان، اونا بیرون از افغانستان همون پول افغانی رو داد و ستود میکنن و بیشتر در بیرون از افغانستان سرمایه گذاری میداشته باشن، هیچ قدر میتونه که روی ارزش پول افغانی در افغانستان تاثیر گذار باشه؟ یکی از بیرون رفتهایی که یعنی تاثیرات بد بگذاره بالای پول افغانی بدون شک یکیش امی کسایی است که دارن احساس کوچ میکنن از کشور و فرار میکنن به خاطر ناامنی. شما اگه رسانه با خبر اخبار یک ذره اندازه آشناتر باشین، هر روز یک تجار یا اختطاف میشه یا دزدی میشه یا پسرش اختطاف میشه. به این خاطر با وجودی که ماون اول جناب سالس برنامه خوبه دارد در این چند وقت ما گزارش ششونی میشن همیشه تعقیب میکنم، دستاوردهای زیاد دارن، اما بارها شرایط امنیتی به خصوصا به تجار بسیار خوب نیست، چون همه روزه ما شاید ازی هستیم که میبینیم که یک تجار بچهش اختطاف شده یا خودش اختطاف شده یا به نوع تهدید میشه، تعدید میشه که باید پول بپردازه، اگر پول نپردازه خب مجبور یک کار بر عقش میکنن. به این خاطر ترجیح میده که با بودن این وطن بدون از اینکه بیرون شوه بهتر است. به این خاطر تاثیرات منفی میگذاره بدون شک برای اقتصاد ما، برای هویت ما، برای ارزش های ملی ما و برای پول ما تاثیرات منفی میگذاره. واقعا خب آقای احمدزاده، شما قسمی که در ابتدا در جریان صحبتاتون یادآور شدین از این که در بعضی ولایت ها با پول های کشورهای دیگه داد ستود صورت میگیره، اما فی الحال با پول افغانی داد ستود صورت میگیره، چقدر تغییرات زیاد آمده و آیا امیر روند ادامه پیدا کنه میتونه تاثیرات خیلی خوب بالای پول افغانی داشته باشه؟ خب یک کشور توانایی دولتش یا قدرت دولتش دیگه است که بتونه در کل تمام سطوح کشور را به یک نگاهانه ببینه، یعنی به یک شکل باشه. حالا فعلا ما متاسفانه چون این چیز نیستیم، در بیشترین ولایت ما کلدار پاکستان مروج است متاسفانه هنوز هم، با وجود که کارهای زیاد صورت گرفت هم توسط بانک هم توسط رسانه ها که آگاهی دهی دادن، و در بعضی ولایت ما در یکی دو ولایت دیگه ما تومن ایران است، او هم در سطح تجارت است، اما ما نتانستیم که تا حال با گذشت حدود یک دهه دو دهه که از اوایل که پول افغانی به بازار آمد و پول های قبلی که 10,000 و 5,000 بود جمع آوری شد پول نو آمد، حدودا یعنی دو دهه میشه، حدودا 17 سال 16 سال میشه. در این 17 16 سال ما نتونستیم که اصلا یک آگاهی دهی کلی بتیم به مردم که پول ما واحد پول ما پول افغانی است، نه کلدار پاکستان و تومن ایران. متاسفانه هنوز هم مروج است در بسیار از ولایت ما، با وجودی که در این اواخر
توجه زیاد صورت گرفته، مردم یک اندازه آگاهی پیدا کردن هم از طریق رسانه ها، هم از طریق دولت و فشار دولت که بالایشان آمد، بیشتر ولایت استست رو آوردن به پول افغانی. اما بازم در کل تا هنوز نتونستیم که ما موفق شویم که در کل تمام ولایت افغانستان تبدیل بسازیم به پول افغانی که بیان بس پول افغانی خود استفاده کنند. هنوز هم بعض ولایات، بعض شهرها هست که کلدار پاکستان تومان ایران استفاده میشه. بالاخره یک روز موفق خواهیم شد. ممنون از اینکه اگر زنده بودید ان شاء الله خدا مهربان از دنیا به امید خوردش ناقای ما زاده. ممنون از شما از اینکه تشریف آوردید. اگر حرف باقی است مش نمیشه. زنده باشین، سلامت باشین. گپ آخری است که پول افغانی هویت ماست، جز ارزش‌های ملی ماست. اگر ما به خاطر پول خود ارزش قائل شویم، پول خود ارزش بگذاریم، بدون شک شخصیت خود ارزش گذاشیم. بله واقعا ممنون از شما. حالا هم فن فردا تازه از دنیای تکنولوژی را با هم اینجا تماشا میکنیم. دوباره برمیگردیم، ما را همراه باشین و تنها نگذارین.